یزد در استقبال از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امروز یک پارچه شور و نشاط شد و مردم مؤمن و انقلابی این دیار با ابراز زیباترین و صمیمانه‌ترین احساسات قلبی یک روز سرد زمستانی را به روزی بهاری و پرطراوت تبدیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای پس از استقبال پرشکوه مردمی به جمع صدها هزار نفر دیگر از مردم خونگرم و صمیمی یزد پیوستند که از ساعتها پیش در میدان امیر چخماق این شهر اجتماع کرده بودند و برای دیدن ایشان به شدت ابراز احساسات می کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم مردم یزد با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدانهای مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همه جانبه مردم در این انتخابات، تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها را ضروری برشمردند. ایشان انتخابات را مهمترین مسئله ملت ایران در سال جاری و میدان بزرگی برای نشان دادن عزم و استقامت، رشد ملی و دانایی و بصیرت ملت ایران برشمردند و با اشاره به برخی تلاش‌های دشمنان برای مسدود شدن باب انتخابات در نظام جمهوری اسلامی افزودند: اون چی که امروز میخوام به شما بگم این است که ملت ایران انتخابات را قدر بدانند. انتخابات یک نمایشگاه هست برای نشان دادن عزم و رشد ملی ملت ایران، استقامت ملت ایران، دانایی و هوشیاری ملت ایران، پایبندی ملت ایران به نظام مردم سالاری دینی. اون چی که بنده در همه انتخابات ها تأکید کردم، امروز هم همون رو در درجه اول تأکید می کنم، حضور مردمی و قدردانی مردمی است از انتخابات. من به شما عرض بکنم، البته حالا سربسته میگم، سعی شد در این کشور باب انتخابات بسته بشود تا دشمنان بتوانند بگویند نظام جمهوری اسلامی نظام مردمی نیست. تلاش شد برای این کار، خدای متعال نگذاشت. اراده الهی بر اراده بدخواهان فائق آمد، دلهای مردم به سمت انتخابات جذب شد. در دوره‌های متعدد و بخش‌های مختلف علی‌رغم دشمن مردم در انتخابات شرکت کردند. این انتخابات هم همون جوره. حضرت آیت الله خامنه‌ای حضور همه جانبه و گسترده مردم را در انتخابات مجلس هشتم دارای کمال اهمیت دانستند و خاطر نشان کردند. مسئله دیگری که حائز اهمیت فراوان است، تلاش و دقت مردم برای شناخت نماینده اصلح است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به هوچیگری تبلیغاتی دشمنان درباره مسائل مختلفی نظیر مردم سالاری دینی، موضوع زنان، سیاست خارجی، روابط ایران با قطب‌های قدرت جهان و مسائل دیگر افزودند: ملت بزرگ ایران فریب این هوچیگری ها را نخورده و نخواهد خورد و با تقویت اعتماد به نفس ملی به سوی آینده درخشان خود حرکت می کند. ایشان پیشرفت‌های بسیار چشمگیر علمی در بحث انرژی هسته‌ای و علوم نوین از جمله سلول‌های بنیادی و درمان برخی بیماری‌های صعب‌العلاج را از آثار مبارک اعتماد به نفس ملی خواندند و افزودند: یکی از نشانه‌های این اعتماد به نفس قدم گذاشتن ملت ایران در میدان‌های کشفیات علمی سطح بالاست. یکیش مسئله انرژی هسته‌ای است که حالا در دهان همه مردم ما هست، اما فقط این نیست. در بخش‌های بسیار حساس، بسیار دقیق
بسیار نو جوانان ما، دانشمندان ما، برجستگان ما وارد میدان شدن، کارهای بزرگ انجام دادن. همین مسئله سلولهای بنیادی، کشف داروهای جدید و بی سابقه برای برخی از بیماریهای صعب العلاج که اعلان کردن، بعد هم باز انشاءالله اعلام خواهند کرد. در مسائل گوناگون ایرانی استعداد خودش رو به میدان آورد و اعتماد به نفس نشون داد و پیش رفت و بعضاً پیش خواهیم رفت. فاصله ما رو با دنیا از لحاظ علمی در طول ده ها سال گذشته که سالهای رشد دانش در عالم بوده افزایش دادن، این فاصله رو ما کم خواهیم کرد. به فضل الهی و به علم هم اکتفا نمی کنیم، معنویت، اخلاق، سازندگی خود، این را ما باید به عنوان یک وظیفه برای خودمون بدانیم.